شمار تلفات ناشی از سیلاب ها در هند و پاکستان به 400 نفر رسید، هزاران نفر خانه هایشان را ترک کرد و حدود 500 هزار نفر معرض به خطر شده است. عبدالله عبدالله یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارد که در انتخابات متنازع پیروز شده و امید برای تشریک قدرت ضعیف شده است. پلیس یمن بر جمعی از مظاهره کنندگانی که سعی می‌کردند بر دفتر صدر اعظم یورش ببرند گلوله باری کرد، حداقل 4 تن را کشت و 5 تن را زخمی ساخت. رئیس جمهوری چیلی یک حمله بمبگذاری در نزدیک ایستگاه قطار زیرزمینی را که حداقل 10 کشته بر جا گذاشت، عمل بزدلانه دهشت‌افکنی خواند. و پس از آن که در یک ساحل مشهور استرالیا نهنگی بر یک نفر حمله کرد و آن را کشت، به شناوران هشدار داده شد که از آن ساحل دور باشند.